ساعت پیش رسانه های اقلیم کردستان از حملات توبخانه ای ترکیه به مناطق توریستی و روستایی در استان دهوک خبر دادند این حملات منجر به کشته و زخمی شدن ده ها شهروند که از دیگر شهرهای عراق برای گردش آمده بودند شده که تعدادی از اونها هم زن و کودک بودند ترسکی صادقی همکارم از اربیل با ما همراه میشه ترسکی واکنش هم زیاد داشته این حملات که کشته ها هم هنوز تعدادش مشخص نیست و دارن تایید میکنند که چه تعدادی دقیق کشته شدن تا الان چی میدونیم خب تصاویر این حملات منتشر شده و بسیار تکان دهنده است باعث شده که نگرانی بسیار زیادی اینجا در عراق به وجود بیاد و اینکه یک به یک از چهره های سیاسی در عراق دارن واکنش نشون میدن نسبت به این حمله ای که صورت گرفته مصطفی الکاظمی گفته که حمله متقابل روی حق دفاع رو برای خودشون محفوظ میدونن و از طرف دیگه مقتدا صدر درخواست کرده که باید از سازمان ملل در سری ترین زمان ممکن از ترکیه شکایت بشه و از طرف دیگه اقلیم کردستان گفته ترکیه به بهانه حضور نیروهای حزب کارگران کردستان داره غیر نظامیان رو هدف قرار میده در اینجا مسئله اینه که 200 نفر از شهروندان عراقی که از جنوب عراق های جنوبی اومده بودند در بینشون زن و کودک بسیار زیادی بوده به محلی که گردشگری هستش رفته بودند اونجا و تو خانه های ترکیه اونها رو هدف قرار داده تا همین دقیقه گفته شده که 9 نفر کشته شدن در بینشون زن و کودک هست و 25 نفر زخمی هستند البته همین دقایقی پیش یک ویدیوی منتشر شده بود دولت عراق اقدام کرده به اینکه نیروهای امنیتی رو در اطراف سفارت ترکیه در بغداد مستقر بکنه احتمال داده میشه که مردم اونجا برن و اعتراض بکنن در نجف هم اعتراضاتی صورت گرفته اما اینکه چقدر دولت عراق پیگیری خواهد کرد این مسئله رو بارها ترکیه داره اینجا را هدف قرار میده این هنوز مشخص نیست صادقی همکارم از اربیل ممنونم از تو